رهایی زن، برنامه از سازمان رهایی زن. با سلام های بسیار گرم خدمت بینندگان عزیز برنامه رهایی زن، امیدوارم که هفته گذشته هفته خوبی بوده برای یکایکتون و آماده دیدن برنامه امشبم هستید. مینا همتی هستم و برنامه رو بر طبق روال هفته از طریق کانال یک تقدیم حضورتون میکنم. در حول و حوش فرارسیدن اول ماه می هستیم، روز جهانی کارگر، به مناسبت همین روز و همچنین روز معلم میزه گردی دارم با شرکت مهمانان عزیزم، خانم فرخنده آشنا از استکهلم سوئد، آقای میثم آل مهدی از یونان از فعالین کارگری و آقای مهدی توپچی از فعالین کارگری و از فعالین خیزش دیماه و آقای رسول بوداقی از فعالین جنبش معلمان که به همراه این چهار مهمان عزیز با شما هستیم در ادامه برنامه. به تک تک مهمانان خوش آمد میگم و بسیار سپاسگزارم که تک تک شما عزیزان دعوت ما رو قبول کردید. در این برنامه سعی می‌کنیم که از ذکر مصیبت‌های واردی 40 سال حکومت اسلامی و مصیبت مضاعف کرونا در یک سال اخیر عبور کنیم، به علت اینکه واقعا برنامه محدود هستش، و به راهکارها، کم و کاستی‌های مبارزه مشترک تمامی اقشار و طبقات زحمتکش جامعه‌مون بپردازیم. اجازه بدید که اولین سوالم رو با آقای رسول بوداقی شروع کنم. رسول بوداقی از فعالین جنبش معلمان از ایران. آقای بوداقی، ضمن سلام به شما، لطف کنید بینندگان ما رو که به طور قطع در گرفتاری از وضعیت فلاکتبار اقتصادی و فشارهای اجتماعی با معلمان حتما شریک هستند، در صورت امکان از مطالبات مشخص و فوری جنبش معلمان اطلاع رسانی بکنید و اینکه لطف کنید توضیح بدید که چگونه میتونن در کنار معلمان عزیز از این مطالبات برحق دفاع بکنن. بفرمایید. عرض ادب و احترام دارم خدمت مهمانان ارجمند شما و خود شما و همکارانتون. سپاسگزارم از اینکه فرصت دادین که ما حرفمون رو بزنیم. عرض شود حضور شما، جنبش فرهنگیان ببینید با جنبش های دیگه هیچ تفاوتی نداره. خب هر قشری از جامعه تخصصش در به اصطلاح اون شاخه بیشتر هست که خودش وارد هست، اما این جنبش ها در کنار هم هستن که قدرتی پیدا میکنن و میتونن بر این به اصطلاح حاکمانی که تبدیل به یک هیولا شدن برای مردم به اصطلاح وادارشون کنن به عقب نشینی و تن بدن به خواسته های مردم. من پرسش شما رو با عرض پوزش فراموش کردم. آقای بوداقی، لطف کنید از مطالبات مشخص و فوری جنبش معلمان یه مقدار برای بینندگان. مطالبات فوری معلمان، همه مطالبات این مردم خیلی فوری هستن و انباشته شده هستن و در طول 40 و چند سال بر اثر ظلم فراموش شده هستن. دست رو هر بخشی از این جامعه بذاری سراسر درد و رنج و مصیبت و بدبختیه. عرض شود حضور شما، ما در حوزه اجتماعی و حقوق دانش آموز و اینها مشکلات عمده ای داریم. یکی به اصطلاح ما خواهان آموزش و پرورش رایگان هستیم. حالا کلن آموزش چه در آموزش و پرورش و چه در دانشگاه، طبق اصل 30 قانون اساسی حاکمان موظف هستند که آموزش رو تا به اصطلاح کلن رایگان باشه. اصلا چیزی ما به نام آموزش پولی نداریم. خب در زمان رفسنجانی متاسفانه اینا
اومدن به نادیده گرفتن اصل سی قانون اساسی. قانون اساسی یه موضوعیه که میثاق بین حاکمیت و مردم هست، یعنی حاکمانی که میرن سر کار موظف به اجرای اون قوانین هستن، مردم به خاطر اجرای اون قوانین به اینها رأی میدن و میرن سر کار و حکومت رو در دست میگیرن و باید مجری اون باشن، اما خودشون تبدیل به یک حکومت مافیایی شدن. یعنی الان حاکمان جمهوری اسلامی یک مافیا هستند، نه یک به اصطلاح مجری قانون. قانون رو به راحتی مثل یاغی ها دور میزنن. اصل در قانون اساسی ما اصلی داریم به نام چیز، فصلی داریم به نام حقوق ملت، از اصل 15 گرفته تا 42 کلن تک به تک این قوانین رو این حاکمان زیر پا میذارن. این یعنی حاکمیت به اصطلاح مشروعیت نداره از نظر مردم. چرا؟ چون قانون رو زیر پا میذاره. اصل 15، اصل 19، اصل 26، اصل 27، اصل 29، اصل 30، اصل 33، اصل 38 تماما عملا گام به گام اونها رو نابود میکنه. شما شکنجه اصل 38 قانون اساسی ممنوعه، ولی هیچ زندانی نیست که شکنجه نشه، چه در نیروی انتظامی به نام بزهکار و خلافکار گرفته که اینا رو آویزون میکنن، و چه در بخش زندانیان سیاسی که شکنجه سفید. این یکی از خواسته های مردم هست، معلمان هست، اجرای قانون، دوم آزاد بودن رسانه ها، سوم استانداردسازی مدارس، کیفیت بالای مدارس. الان خطی که آموزش و پرورش در طول این 42 سال در پیش گرفته برای آموزش کودکان داره به زور مسائل مذهبی مورد علاقه یک نفر رو تو مغز اینها به زور فرو میکنه. این اصلا خلاف میثاق‌های بین المللی، قوانین بین المللی، حتی قوانین داخلی خود جمهوری اسلامی هم هست. خب این هم از خواسته های مرد. ببین دانش آموزی که میاد میشینه سر کلاس، اون اگر روانش خراب باشه اون کلاس رو به هم میریزه. کلاس یه مسئله خیلی حساسی هست، بحث فکریه. دانش آموز یک کافیه یک دانش آموز در یک کلاسی روانش آشفته باشه به علت خانوادگی، به علت محیط مدرسه، به هر دلیل اون کلاس رو به هم میریزه. مدارس ما مدرسه نیستن، تراکم 40 دانش آموز در یک کلاس. این دیگه معلم، یک معلم سالم نمیتونه غروب بیاد خونه معلم آدم سالمی باشه. من خودم زمانی میرفتم مدرسه برمیگشتم تنم دستام اینطوری میلرزید از بس که هرس خورده بود. خب دانش آموز هم مقصر نیست، 40 تا آدم تو یک کلاس، اینا رو باید هم ساکت کنی، هم درس بدی، هم ازشون بپرسی، هم باشون گفتگوی دوستانه داشته باشی، عواطف، ارتباط عاطفی با این دانش آموز داشته باشه، از دردش با خبر باشه بدونه که تو درکش میکنی و درک متقابل. خب اینا من تا معیشت معلمان گرفته، همه اینها خواسته های فوری، تا تشکل یابی حق دانش، حق معلم، طبق اصل 26 قانون اساسی باید تشکل یابی آزاد باشه. اینا تشکل ها رو زندانی میکنن. ما یادمونه فرانسه 11 میلیارد دلار ضرر زدن به دولت فرانسه، مردم فرانسه، یک نفر بازداشت و یا زندانی نشد، یک روز، 10 روز هم به کسی زندانی ندادن، تمام. اما اینا اصلا بحث توحشه. اصلا ما با یک حاکمیت وحشی سر و کار داریم که دیوانوار داره حاکمیت حکومت میکنه. این که طرز حکومت کردن نیست. یکی رفته یک ساعت جلو اداره آموزش، جلو اداره آموزش پرورش واسطه بیاری 6 سال بهش زندان. خب این توحشه دیگه. وگرنه آقای بدم 30 ثانیه. بله، همین خواسته های معلمان رو فوری. آزادی زندانیان سیاسی و زندانیان کارگری هم از خواسته های معلمان هست. اینا چیزایی بود که ما میخواستیم تا کنون. بله، بسیار ممنون. برمیگردیم با آقای میثم عالم‌مهدی. لطف کنید شما در رابطه با جنبش کارگری بعد از 40 سال، البته میشه 42 سال، مبارزه پرفراز و نشیب الان در حال حاضر در چه موقعیتی قرار داره؟ اگر دوستان مهمان ما رو صحبت ها صحبت دارید، از وقت خودتون کم کنید و بپردازید، این امکان هستش. و
فقط دستتون رو لطف کنید بالا بیارید. بفرمایید آقای میثم آلمند. من سلام میکنم خدمت شما و خدمت میهمانان عزیزتون و تمام شنوندگان و همکاران. جنبش کارگری در شما میگین در 40 سال گذشته، 42 سال گذشته، اما برای جنبش کارگری 42 سال نیست. برای جنبش کارگری نظام سابق هم یک و رژیم سابق هم مثل امروز کارگر به استثمار و فقر و فراکت کشیده شده بود و همین منوالی که الان وجود دارد. اما جنبش کارگری در چند دهه اخیر و با نگاهی که بخوایم بیندازیم به بالخصوص این اتفاقات چند سال گذشته، جنبش کارگری با دیگه امروز کارگر با یک اعتماد به نفس قوی روی خیابون ها میاد و حتی شده با تعداد بسیار کم کارگر در درون خیابون میاد و به شکل اعتراضی و احتساب میکنه، در حالی که بعد از سرکوب های دهه 60 ما نگاه بکنیم کم کم داشت این اعتماد به نفس از بر این روح اعتراض از درون جنبش دور میشد که خوشبختانه با اتفاقات و اعتراضات اخیر و آگاهی طبقاتی که وجود داره این جنبش تونست دوباره به شکل قدرتی دوباره بیاد و در خیابون باشه. اما یک سری مسائلی ما در درون جنبش کارگری هست و تمام جنبش هایی که امروز در به شکل جنبش های احترازی در خیابان ها هستن و اون خلأ وجود سازماندهی در درون تمام این احترازات، ما یک نگاهی اگر به احترازات اخیر بیندازیم و حتی جنبش بازنشستگان یک نگاهی بکنیم، از نگاه من این جنبش یک جنبش طبقاتی است. جنبش بازنشستگان، حالا این جنبش بازنشستگان چطور طبقاتی است خودش یک بحث بسیار بلندیه که میتونه یک وقت دیگه رو داشته باشه. این جنبش جنبشیه که در چند ماه گذشته به شکل فراگیر و با سرعت بسیار زیادی توی خیلی از شهرها درگیر شدن و خیلی توی خیابان بودن که فکر میکنم یکی از عوامل مهمی که موجب شد که این جنبش به مطالبه دستمزدی خود زود برسه این پتانسیلی که این جنبش داره. پس وقتی جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام حاکم خوب شناخت که این جنبش چطور تونست فراگیر بشه و با سرعت زیادی منتشر بشه، خطر رو بیشتر احساس کرده که اومد مطالبات دستمزدی اونها رو به صورت سریع پرداخت. این پتانسیل ها پتانسیل طبقاتیه و پتانسیل جنبش ماست. ما و مسائل دیگه ای که هست، الان مسائلی که میخوایم در مورد جنبش کارگری صحبت بکنیم واقعا در حد چند دقیقه و 5 دقیقه، حوادث بسیار زیادی داشته، فراز و نشیب های بسیار زیادی داشته و قاعدتا به عنوان یک جنبش در درون خیابان یک سری ضعف ها داره و یک سری قدرت هایی داشته که فکر میکنم ما حتی اگر بخوام یک نگاهی بیندازیم کلن جنبش کارگری تونست این دهه اخیر اون تابو اعتراض و به خیابان آمدن رو کم کم بشکنه و وارد خیابون بشه که بعد از اون اتفاقات آبان و دی میفته که قبل از اون ما میدیدیم که جنبش کارگری در عراق. اما این پیوند ها چطور میتونن، این جنبش ها چطور میتونن به هم دیگه پیوند بخورن، این توی بحث سازماندهیه و مطمئنن من وقتی صحبت از سازماندهی میکنم سازماندهی طبقه خودم رو میگم و سازماندهی طبقه فرودست و طبقه کارگر خودم رو میگم و برای من مهم است که چطور این تشکیلاتی ایجاد بشه و بیشک پرولتاریای انقلابی و خیلی از فعالین پیشروی کارگری امروز دغدغه شونه که چطور بشه این پیوندها رو ایجاد کرد و چطور بشه سازماندهی کرد و بتونیم به شکل تئوری و به شکل پراتیک این نظریات و این تاکتیک ها رو اعمال کرد و بیشک یکی از دغدغه های تمام فعالین کارگریه که ما خیلی از مسائلی که توی در درون جنبشه مسائل بسیار زیادیه که بعضی وقتا به فراموشی میره یا توی حاشیه میره. بحث رسانه در درون جنبش کارگری بسیار مهم. امروز ما رسانه جنبشی نداریم، رسانه‌ای که پرچمدار جنبش کارگری باشه و متاسفانه
قدرت همیشه در دست سرمایه‌داری بوده نسبت به من کارگر. همیشه قدرت رسانه در دست او بوده و همیشه تونسته در خیلی از جاها سوق بده به اخبار و یا انحرافات زیادی در مطالبات کارگری انجام بده. اما بیشک این جنبش امروز در 3-4 سال گذشته به ضرورت ایجاد تشکل پای گذاشت. ما وقتی بیایم توی اعتراضات فولاد و هفتاده که این هویت این اعتراضه، ما امروز میان فعالین کارگری که بشینیم میگه جنبش کارگری قبل از اعتراضات فولاد و بعد از اعتراضات فولاد و هفتاده. چرا؟ این هویت گرفت این اعتراض، بحث تشکلات به وجود، بحث شوراها به وجود. پس پرولتاریا و کارگران پیشروی این دو شرکت باید بدونن که امروز پرچمدار این مبحث هست و این مبحث باید در درون تمام، بین تمام فعالین، چه بگیم امروز چپ حرفه‌ای چه کمونیست حرفه‌ای، امروز باید بحث تشکلات و سازماندهی یک بحث بسیار مهم باشه که به اندازه نون شب ما مهمه برای ما. چرا؟ برای طبقه من مهمه. چرا؟ چون ما مبارزه میکنیم که زنده بمونیم، مبارزه میکنیم که ادامه بدیم. پس بحث سازماندهی برای ما بحث بسیار مهمیه و امید هست که در آینده این پراکندگی در احترازات ایران نبینیم، بلکه یک نیروی منسجم، نیرویی که با یک پرچم سیاسی مشخص و واضح به سمت احترازات آینده و منظم تر بره. امیدواریم که این اتفاق بیفته. سپاس. برمیگردم به آقای مهدی توپچی. شما اگر که صحبتی دارید بعد از این 40 سال فراز و نشیب ها و با که تجربیات خودتون و اینی که شما چه فکر میکنید، این صحبتی که آقای میثم آل مهدی کردن در رابطه با تشکل ها، نحوه سازماندهی و پیشبرد این فعالیت ها، شما چه فکر میکنید؟ بفرمایید. با سلام، منم خدمت شما و سایر شرکت کنندگان به ویژه آقای رسول بوتاقی، دوست عزیزم که سالهاست از آخرین دیدارمون میگذره، سلام میکنم. بگمان من برای بررسی موقعیت امروز جنبش کارگری ایران باید قدری به با در نظر گرفتن اشاره درست میثم در مورد ستمی که شامل حال جنبش کارگری در هر دو نظام شده، اما باید قدری عقب رفت. این پروسه و فرایند تاریخی که جنبش اجتماعی ایران و در رأس جنبش کارگری پیگیری کرده و به اینجا رسیده که بخشن میثم اشاره کرد بهش، بتونیم به این موقعیت، تشریح موقعیت برسیم. ببینید، دهه 60 و 70 ایران تا حدودی دهه سیاه و سرکوب و شکنجه و اعدام بود و اساساً اون نیروی مادی اصلی هر جنبش کارگری که نیروهای چپ و برابری طلب و آزادی خواستن تحت اعدام و شکنجه های طولانی مدت بودن و اجازه ارزندام نداشتن. تو جامعه هم وضعیت جنگی 8 ساله و در ادامهش دوران سازندگی که همراه با سرکوب و تعمیق طبقات فرودست و کارگران در مراکز تولید بود، آنچنان فضای مناسب برای ارزندام وجود نداشت و امیدی هم در جامعه به اون صورت دیده نمی‌شد. از اواخر دهه 70 و به ویژه بعد اجرای تیر و وضعیتی که دولت اصلاحات اومد و با فشاری که توده ها به سیستم آوردن و تونستن یک فضای تنفسی رو برای خودشون باز کنن، یواش یواش یک سری از فعالین چپ ما که از اون سرکوب های دهه 60 و از اون اعدام ها و کشتار های دهه 60 70 تونسته بودن جان سالم به در ببرن، ببرن در قالب فعالین کارگری و فعالین به اصطلاح مراکز کار تونستن ظهور کنن و میراثی که جنبش چپ از دهه های قبل سعی در حفظ و پیشبرد اون داشت به نسل امروز انتقال بدن و میتونیم این برهه رو مبدأی برای شروع مجدد فعالیت ها و اکت های کارگری و نوعی صفبندی در مقابل وضعیت موجود و تعرض طبقاتی سیستم در نظر گرفت. با پایان دولت اصلاح و از سال 84 با روی کار آمدن احمدی نژاد و با شروع سیاست‌های تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی که ذیل صندوق بین‌المللی پول و پلتفرم‌هایی که اونها ارائه داده بودند داشت شکل می‌گرفت،
یواش یواش صفبندی ها از جنبش کارگری فراتر رفت و در سطح اجتماع و همینطور در سطح جنبش دانشجویی اتفاق افتاد. در سطح جنبش دانشجویی ما داو رو داشتیم، دانشجویان آزادی خواه برابر و طلب رو داشتیم، در کنارش همزمان شکل‌گیری تشکل‌های کارگری در محیط‌های کار یا در محافل کارگری داشتیم که باز این هم تحت تأثیر باز حضور میتونم بگم حزب کمونیست در ادامهش، حزب کمونیست کارگری که بحث‌های جدیدی رو وارد جنبش کارگری کردن، سر پراتیک، سر سبک کار، سر انواع سازماندهی جنبش کارگری و صورتبندی اصل پراتیک‌های اینها، و این یه شفافیت و یه تمرکز مشخصی چه تو میدان عمل چه تو سطح تئوری و تحلیل به فعالین چپ و به ویژه فعالین کارگری داد. ما تشکل‌های زیادی از جمله اتحادیه آزاد، از جمله کمیته پیگیری، کمیته هماهنگی شروع به شکل‌گیری کردند. تو سطح بیکاران سازماندهی‌های زیادی شد، سندیکاهای دوباره شروع به بازگشایی کردند، از جمله سندیکای شرکت وای، سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه، کشت صنعت هفت تپه، سندیکای فلزکاری مکانیک کارگران کرمانشاه. در کنار این باز تشکل‌های آقای بداغی بهتر میتونه اشاره کنه در سطح معلمان، گرچه اون موقع زیر استیلای بالاخره گرایش‌های اصلاح طلبانه بود به خاطر ساختار بوروکراتیکی که بالاخره فرهنگی و معلمان دارن، نفوذ اونها به واسطه اینکه دولت دستشون بود، قانون دستشون بود، مجلس قانونگذاری دستشون بود، نفوذشون بیشتر. از اواخر دهه 80 و بعد از جنبش سبز و به کنار رفتن به اصطلاح جنبش اصلاحات و سرخوردگی که از جامعه هم دیده شد و یواش یواش کشمکش هایی که در جامعه شکل گرفت و گرایشی که به سمت فعالیت عینی و پراتیکی و انضمامی در جامعه که پرچمدار جنبش کارگری و فعالین چپ بود دیدیم، بسیاری از فعالین همون جنبش سبز بعدها شدن از جمله فعالین حتی چپ و جنبش کارگری. بعد از روی کار آمدن دولت روحانی و با اتخاذ سیاست‌های افسارگسیخته همون ادامه سیاست‌های اقتصادی دوران احمدی نژاد و با روی کار آمدن نئولیبرال‌ها در ایران و همینطور شدت گرفتن مقررات زدایی از قوانین کار، از مراکز کار و همینطور دلایل میدانی زیادی که سعی در تعرض مستقیم به طبقه کارگر داشت، جنبش کارگری ایران رو وارد یک موقعیت جدید و نوینی کرد که در چفت با و مفصل بندی با جنبش های دیگر اجتماع، از جمله جنبش فرهنگیان معلمان، در حال حاضر جنبش بازنشستگان، تونست یک پوست‌اندازی جدیدی و یک دوران جدیدی رو برای جنبش کارگری ورق بزنه که تقسیم‌بندی خوبی میسم کرد. الان وقتی بحث جنبش کارگری در ایران در بین فعالین سیاسی و حتی توده مردم و توده کارگران شکل میگیره، سرنوشت جنبش کارگری رو به بعد از هفت تپه و فولاد اعتراضاتش و قبلش تقسیم‌بندی میکنن. چرا اینطوری تقسیم‌بندی میشه؟ من تأثیرات دادستی و سراسری این اعتراضات رو در خیزش های آبان و در ادامه جلسه بازتر خواهم کرد که همونطور که باز میثم اشاره کرد، اون آلترناتیوی که جامعه دنبالش میگشت، اون سرخوردگی که از جانب حکومت و از جانب دولت و حتی نیروهایی که در قالب اصولگرا و اصلاح طلب و عدالت خواهان حکومتی پیگیری میشد، سرخوردگی که از اینها شکل گرفت، باورپذیری به قدرت جمعیشون و این که تو مراکز کارشون با اون تجربه تاریخی که یه سیر کوتاهی رو ازش بهتون اشاره کردم، باعث شد که سراغ تمرکزهای مشخصتری برن، فوکوس کنن در مراکز تولید، فوکوس کنن در قدرت جمعی کار خودشون، دنبال انواع صورتها و آلترناتیوهای سازماندهی بگردن. چون طی این پروسه همین تشکل‌هایی که بهتون اشاره کردم در دهه 80 شکل گرفتن، به نوعی آنها بر سر سبک کار و نوع رویکردشون نسبت به جنبش کارگری و مشکلات عینی و انضمامی کارگران به بن‌بست‌هایی خورده بودن، گفتم به لحاظ پراتیکی و سبک کار. این تجربیات دو در موقعیت فعلی جنبش کارگری، کارگران با اتحادشون با مفصل بندی و چف شدن مشخص با انضمام موجودشون در مراکز کاری و مراکز زیستی و معیشتی خودشون، تونستن به پلتفرم های جدیدی از جمله آلترناتیو جنبش شورایی، مجمع عمومی دست پیدا کنن که هدف هایی رو که میخواستن پیگیری کنن در کوتاه مدت و در دراز مدت، این
نوع سبک کار تعمیم میکرد. یک، دخالتگری مستقیم کارگران در فرایند به اصطلاح فعالیت کارگری و مطالباتی و معیشتیشون، دخالت مستقیم کارگران در سرنوشت خودشون در محیط کار و در حتی اداره کار که دیدیم مانیفستاش در هفتره و فولاد چجوری بیان شد، چجوری جامعه عمل پوشیده شد بهشون، و این که رسیدیم به این موقعیت فعلی که جنبش کارگری فراتر از جنبش خودش تونسته یک جنبش طبقاتی رو، یک مبارزه طبقاتی رو صورتبندی کنه که نسخه عمل و سرمشق جنبش های دیگه ای هم هست. امروز وقتی ما سراسری بودن به اصطلاح مطالبات بازنشستگان یا اعتراضاتشون رو مطرح میکنیم، این باز برمیگرده ریشه در اون تمرکز بر سازماندهی، تمرکز بر مفصل بندی در نقاط مختلف جغرافیای جامعه امروز که بتونن با به دست آوردن این اتحاد طبقاتی و این اتحاد مطالبه محور و رو به جلو در پیشانی یک جنبش طبقاتی و مترقی و ترقی خواه یک جنبش سراسری قرار بگیرن. اون چیزی که میشه در زمان کوتاه به موقعیت فعلی جنبش کارگری وقت شما تموم شده، بر تو سوالای بعدی به ادامه صحبتاتون برخواهید گشت. میریم سراغ فرخنده آشنا. فرخنده، ما توی بحثا و جلسات و هر ساله در رابطه با مسائل کارگری، جنبش زنان صحبت‌های زیادی کردیم. خیلی خوشحالم که دوستان عزیزم اینجا هستن که بتونیم با شراکت هم این مسئله رو بالاخره پیش ببریم. موانع مشاکرت تمام عیار زنان در جنبش کارگری دوشادوش بالاخره با هم طبقه های خودشون رو شما چگونه ارزیابی میکنید و برای رفع این موانع فرخنده چه پیشنهاداتی دارید؟ و دوستان عزیز دیگه بعد از صحبت های فرخنده، این بحث جالبیه و واقعا باید بهش پرداخته بشه. بله، منم سلام دارم خدمت دوستان عزیز و همچنین بینندگان گرامی. این انگار یه برنامه شده برای ما که 11 اردیبهشت حتما دقیق این موضوع که بپردازیم به نیمی از جامعه ایران به ویژه مسائل زنان. همونطور که دوستان گفتن، واقعا دغدغه سازماندهی هستش، دغدغه این که به هر حال این پراکندگی، از این پراکندگی نجات پیدا بکنیم. میدونید که توی ایران الان در یک سال، در سال گذشته نزدیک 2000 اعتراض سازماندهی شده. یعنی یه جوری خیلی قدمای خوبی برداشته شده، نشون میده که حداقل تو مناطق، تو شهرستان‌ها و تو رشته‌های کاری داره سازماندهی‌های انجام میشه و یک اعتراضاتی صورت گرفته. منتها یک مقدار من فکر میکنم که نقش زنان خیلی مسئله مهمیه که اونطور که باید ما ببینیم تو این اعتراضا دیده نمیشن. البته که خب به هر حال هستن، توی جلوی صف هستن همه جا، ولی صداشون رو و مطالبات ویژه‌شون رو ما توی این اعتراضها نمیبینیم. مسائل اینطوری هستش که وقتی شما وقتی در تو مثلا کارخونه هفت تپه ما حرف میزنیم، تا مدت ها این اعتراضا بود کسی نمیدونست که توی کارخونه هفت تپه زنا هستن کار، زنا هم هستن کار میکنن. یا حتی سر مسئله سندیکای شرکت واحد، وقتی اعتصاب میکنه این زنا خانواده ها هستن که میرن جلوی شرکت اتوبوس ها وای میستن و اجازه نمیدن بسیجی ها و پاسدار ها اعتصاب شکنی بکنن، اتوبوس ها رو راه بندازن. یه مسئله که هست این که توی تشکلایی که بوده تا به حال، من اونطور ندیدم که جا رو باز بکنن برای زنا و به عنوان نیمی از جامعه بهشون این حق رو بدن که حالا که اگه خودشون کار نمی کنن، جامعه اونا رو به عنوان نیروی کار مستقل به حساب نمیاره، دیده نمیشن و این همسراشون هستن که باید تأمین زندگی بکنن. کار زنا تو خونه، از بچه داری، همه این مسائل مفت و مجانی داره میره تو جیب این سرمایه دارا. پس اونا حق دارن که بیان تو این تشکل‌ها و مبارزه بکنن. چرا؟ برای اینکه زنا خب تو خونه هستن، منفرد هستن، ایزولهشون کردن و اینا بخشی از همین طبقه هستن که باید بتونن همسراشون یا اقوامشون یا هر کسی که تو یه جای تشکل میزنه باید بتونه این زنان رو از خونه بکشه بیرون و بتونن تو این سازماندهی نقش داشته باشن، تو مبارزه نقش داشته باشن، توی طرح مطالبات بر حق خودشون نقش داشته باشن.
به هر حال الان یه شرایط ویژه‌ای هستش، میدونی که مسئله کرونا خیلی آسیب زده به جامعه، بخش زیادی از پرستاری از این بیماران به عهده زنا هستش، چه توی بیمارستان‌ها با اون تقسیم کاری که اینا کردن، چه توی خونه با اون تقسیم کار نادرستی که شده. و این من فکر میکنم توی مبارزات باید ما یک بوانایی بدیم، یک شرایط ویژه‌ای رو فراهم بکنیم برای زنا که هم دیده بشن، هم مطالباتشون مطرح بشه. و این یعنی نیمی از این نیروی طبقه کارگر رو نباید بذاریم توی خونه ها به محاصره در بیان، و یا حتی با یک نگاه های اونا رو برای یک مطالباتی اونا رو به محاصره در بیارن. اینا نیروهای ما هستن. زنا هم مثل مردها میخوان که این جامعه تغییر بکنه، میخوان که این جامعه تغییر اساسی بکنه، به خصوص در رابطه با حق زن. به نظرم در آینده که هر تغییرات اساسی که تو جامعه بخواد صورت بگیره، یکی از مهمترین مسئلهش که باید سرلوحه تغییر باشه مسئله برابری زن و مرده. مسئله اینه که زنها به عنوان یک نیروی اجتماعی از نظر اقتصادی بتونن مستقل باشن. به خصوص تو این شرایط کرونا نشون داد که چرا ما این همه سر بیمه بیکاری حرف میزنیم، چرا ما این همه سر بهداشت رایگان حرف میزنیم. ببینید جون ما رو، زندگی ما رو اینا گروگان گرفتن، خودشون دارن دائم به ثروتاشون اضافه میکنن و ما داریم عزیزانمون رو به گور میسپاریم. به خاطر اینکه اینا این همین مسئله واکسن شما ببینید چجوری برخورد میکنن. من اینجا هر چقدر دنبالش رفتم ببینم که به هر حال این مسئله خصوصی بودن فروش خصوصی واکسن اینا چی هست، هیچ کدوم از این شرکت هایی که واکسن تولید کردن به بخش خصوصی واکسن نفروختن، همشون قرارداداشون با دولت ها بوده. بنابراین اگه واکسنی هم تو ایران اینا میگن که بخش خصوصی میتونه وارد کنه و بهش عرض میدیم و از این مسائل، در واقع خود دولت اینا رو وارد کرده و حالا میخواست سر جون مردم هم معامله بکنه. خب از اونجایی که اونجا هیچ حق و حقوقی مردم ندارن، خب طبیعتاً کسایی که پول آنچنانی ندارن خب نمیتونن واکسن بزنن. و این فاجعه ای که الان اینجا به وجود اومده، تو خیلی از کشورها دارن به شرایطی میرسن که دیگه ماسک استفاده نکنن، ولی چرا ایرانه؟ چرا ایران یه همچین وضعیتی داره؟ دقیقاً همون مسئله که دوستان اشاره کردن، مسئله سازماندهی طبقه کارگره و دیدن نیمی از نیروی طبقه کارگر زنان هستن. سپاس فرخنده عزیز. آقای بوداغی، در ادامه صحبت‌های فرخنده در رابطه با وضعیت زنان و به طور مشخص حضورشون که در همه جا هست ولی جلوی صحنه نیستن، یه واقعیتیه. غیر از این که من دوست دارم که شما یه فراخوانی که دادید اخیراً در رابطه با اعتصاب معلمان، دوست دارم که در رابطه با اون این فراخوانتون رو یه مقداری بیشتر باز بکنید، خصوصا که در آستانه اول مهمی هم هستیم. در رابطه با بخش صحبت‌های فرخوندم دوست داشتم یه مقداری در اون مورد صحبت کنید و همچنین اگر یک گذری بزنید به تشکل‌ها و کلن ابزار مبارزه برای تحقق تمام این اموری که دونه دونه تمام دوستان هم بهش اشاره کردن. صدا نمیاد. صدا ندارین آقای بوداغی. من خانم همتی انقدر حافظه ندارم که همه این پرسش هایی رو که فرمودید به ذهنم بسپارم، اما یه بار دیگه عرض آقای توپچی، خانم آشنا و آقای آل مهدی، عرض شود حضور شما یه جمله رو که میخواستم خدمت جناب آقا میثم عرض کنم. سازماندهی تشکیلاتی بسیار بسیار مهم و ضروری هست که از جمله داشتن صندوق و صندوق مالی یکی از پیروزی هایی که ما در طول این مبارزات داشتیم معلم ها، باز کردن صندوق مالی بود. این بسیار ضروری هست. ما الان ماهانه نزدیک به 10 میلیون تومان معلم ها کمک میکنن و شورای هماهنگی این پول رو خرج خود به اصطلاح شورای هماهنگی میکنه، صرف اعضاش میکنه. اعضایی که بازداشت میشن نیاز به وکیل دارن،
عرض حضور شما نیاز که کسانی که اخراج شدن، کسانی که عرض حضور شما با زندانی شدن حقوق نمیگیرن، نیاز به این ضروری ترین مسئله امروز تشکل هست. و این رو خدمت جنابی عرض کنم با عرض ادب و احترام، کانون های سنفی همیشه و همیشه بیطرف بودند. شعارهای سال 83 ما در جلوی مجلس میگفتیم که نه چپیم نه راستیم، فقط معلم هستیم. خب حالا اینا مثلا به خودشون چپ میگن، اصلاح طلب های امروزه قبلا به خودشون میگفتن چپ، در حالی که این یک نام جعلیه. خب چپ نبودن اینا، اصلا راستر از هر راستی بودن، ولی نام خودشون رو گذاشته بود. ما هیچ وقت به هیچ عنوان نه تابع چپ بودی که اصولگراها بودیم نه اصلاح طلب، به هیچ عنوان. خب حالا این یک سوء تفاهم است، خواستم برطرف کنم این رو. حالا پرسش های شما رو در رابطه با فرمایشات خانم آشنا باید عرض کنم که بله، ببینید در جوامع دیکتاتوری به ویژه جمهوری اسلامی، من تأکید می کنم بدتر از همه دنیا جمهوری اسلامی، یک نوعی قانون توحش حاکمه. دیکتاتورها معمولا به توحش، به وحشیگری باور دارن. چرا؟ چون ضعیف کش هستن. شما اقشاری در جوامع دیکتاتوری بیشتر باتوم، بیشتر نیزه، سرنیزه، بیشتر زنجیر و زندان و موشک و تفنگ حرف اول رو میزن. مشروعیت خودش رو دیکتاتور از اینها میگیره و این رو خوب میفهمه که بایی برای حفظ خودش، چون لیاقت نداره، برای اثبات مشروعیت خودش زور به کار میبره. خب اولین قربانیان جوامع دیکتاتوری یک فرهنگ است، چون قدرتی نداره، فرهنگ، شعر، نوشته، دانش، هیچ قدرتی نداره، قدرت قهریه نداره. دومین قربانی هنر هست. هنر هم هیچ، خب هنره دیگه. خب سومیش زنان هستن. خب زنان قدرت فیزیکی مثل مردان ندارن. شرایطی که در جوامع سنتی ما هم برقرار هست، مثل نمیدونم جملات توهم‌آمیزی مثل ناموس و از این مسائل، باز زن رو برده در یک کنجی خانه نشین کرده. این هم مضافه بر تمام به اصطلاح این مشکلات خانم ها است. از دید بنده به عنوان یک معلم، اولین معلم بچه های فرزندان به اصطلاح خانم ها هستن، مادرها هستن. و مادرها در واقع، من یک به اصطلاح نظریه پیش خودم دادم که مادرها به جای سربازی دوران سربازی پسرها، باید مادرها برن آموزش علوم تربیتی بخونن، علوم تربیتی و روانشناسی بخونن. چرا؟ چون اینا اولین تمام تربیت هایی که ما از آغاز خلقت تا کنون داشتیم فقط و فقط برای یک محور، اون هم آموزه هایی بوده که مادران ما بدون علم و دانش دخترانشون دادن. اصلا علمی نیست، فقط سنتیه. ببینید مادرها باید برن آموزش علمی و روانشناسی تربیت رو یاد بگیرن و بعد بیان فرزندانشون رو تربیت کنن. خب اگر آقای بوداغی در تو جلسات آینده حتما به این خواهیم پرداخت. خوشحال میشیم که دعوتتون کنیم. وقتمون کوتاهه. فقط شما توی 50 ثانیه، 1 دقیقه لطف کنید در رابطه با فراخوان این اعتصاب برای بینندگان ما توضیح بدید، تا در برنامه‌های دیگه حتما در این رابطه مهمان برنامه خواهید بود. آقای بوداغی بفرمایید. بله عرض شما، من این عرایضی رو که دارم از طرف شخص خودم، شورای هماهنگی، نه سخنگوی شورای هماهنگی هستم، من فقط یک عضوی از یک تشکل هستم. ما 22 تا تشکل در سراسر کشور هستیم که به اصطلاح فرد رو به عنوان عضو نمیپذیره شورای هماهنگی، بلکه تشکل، یعنی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تشکل تشکل‌هاست.
تشکل کانون اسلامشهر، تشکل کانون تهران، تشکل کانون قزوین، کردستان، اصفهان، اینا. خب حالا اینا یه به عنوان شروع در مثلا اعتراض با 10 سال دیگه بر زندان‌های آقای عبدی بیانیه ای صادر کرده و خواستار آزادی آقای عبدی شده و بیانیه دوم ما در راه است و امیدوارم که به زودی صادر بشه و قطعا در استقبال 12 اردیبهشت روز در شهادت دکتر خان علی و روز معلم و حمایت از معلمان زندانی آقای عبدی آقای رمضانزاده ما بیانیه ای صادر خواهیم. سپاس. برمیگردم به آقای مجتمع آل مهدی. شما میدونید که در خارج از کشور به هر حال در ظرف همین 40 سال اون چی که مسلمه فعالیت های مدافعان طبقه کارگر در خارج از کشور به هیچ وجه قادر به کسب حمایت لازم از جنبش کارگری و فعالین اون در داخل کشور نبوده. من خط تاکید میکشم بر زیر حمایت لازم بودن، ولی حالا تا چه اندازه کافی نبوده. منظورم به طور مثال از نوع سازماندهی کنگره ملی آفریقا در جلب حمایت عملی و بین المللی اتحادیه‌های کارگران بارانداز در زانو در آوردن رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی هست. اگه بخواستم یک مقایسه بکنم یا یک نمونه بدم، به نظر شما این کمبود یا این کمبودها از چه ناشی میشه و انتظارات واقعی از فعالیت خارج از کشور در این زمینه و به خصوص چفت شدنش با داخل کدام ها هستن؟ صدا نمیاد آقای میثم. من با این شروع میکنم که اول باید تعریف بکنیم که طبقه کارگر یا طبقه فرودست، حزب طبقه فرودست یا طبقه کارگر کی هست و چه تعریفی داره و چه آیتم هایی داره که اسمشو بذاریم امروز حزب طبقه کارگر یا حزبی که طبقه کارگر رو متشکل داره. متاسفانه من خیلی از احزاب موجود حال حاضر رو حزب طبقه کارگر نمیبینم، بلکه یک فاصله بسیار زیادی. حالا این فاصله بسیار زیاد ناشی از فاصله زمانی زیاد فعالیت و خارج شدن از ایران یا اینکه این مسئله برای فعالینی که در درون احزاب هستن مهم است. از روزی که مثلا من الان 3 سال بیرون اومدم و تا به امروز یکی از فعالین کارگری فولاد بودم با هر اتفاقی که افتاد، تا به امروز هیچ حزبی یا هیچ تشکلی و یا سازمانی زنگ نزده که بدون این انتقادات یا اینکه چه مشکلاتی اونجا بوده، چه بررسی هایی باید بشه و چه دستاورد هایی به دست اومده. خب وقتی این چنین چیزی رو من دارم میبینم، این حزب یا سازمان های طبقه خودم نمیدونم، بلکه شاید با این تفکر باشن یا برای اونها مهم نیست یا بر این باورن که ما سیاه لشکرهای انقلاب هست. اما باید همه اینو بدونن امروز ما به آگاهی رسیدیم که ما قدرت برکناری و قدرت ایجاد یک انقلابی، ما سیاه لشکر انقلاب نیست. اینو باید خیلی به جدی همه سازمان ها و همه طرفداران جنبش کارگری اینو خیلی با خودشون باید بشینن تصفیه حساب بکنن که ایمان بیارن به این آگاهی طبقاتی یا ایمان نه، یا اینکه نادیده بگیرن یا اینکه کنار ما بیستن. و میبینید که من چیزی نمیبینم، من چیزی از آن که مثلا بگیم این احزاب به شکل منظم یا مشخص واضحاً برای یک کاری دارن فعالیت میکنن، من چیزی ندیدم. و خیلی از این رفقایم که باشون صحبت میکنم مسائل امنیتی رو میگن، خب به خاطر مسائل امنیتی ما نمیتونیم بگیم، ولی احساس میکنم که این شده موضوعی که بتونیم باش فرار کنیم. در اول مسیر باید اینو بدونیم که ما
نیروهای انقلابی طبقه هستیم یا اینکه ما میخواهیم یک نظامی برکنار بشه و یک دفتری در پایتخت داشته باشه و اسم حزبمون بالای اون طبقه باشه، بالای در به اون ساختمون. برای من این نیست، برای من رهایی، برای طبقه من هر اتفاق آینده میخواد بیفته برای رهایی خودش. من نمیستم کنار پرچم سرخ فیگور بگیرم، من کنار پرچم سرخ ایستادم برای رهایی خود. و اینو من خیلی کم دیدم متاسفانه. و یا اینکه من زیاد در با احزاب در ارتباط نیستم و فعالیت های اونها رو من ندیدم، حالا چه در داخل و چه زمانی که اینجا بوده، اما ایمان دارم به ایجاد حزب طبقه کارگر و در آینده این حزب، حزب طبقه کارگره و حزب جامعه فرودسته. چون در نهایت حتی احزابی که خیلی از احزابی که طرفدار در همه جای دنیا هم هستن، طرفدار جنبش کارگری هستن و از طبقه دیگری هستن، ما مطمئنیم این خیلی از احزاب در خیلی از دنیا هستن که خرد و برژوها به صراحت درست کردن و ما میدونیم در انقلاب ها و در نقطه های صفر خرد و برژو هیچ وقت به سر عموی برژوی خودشو نمیزن، بلکه به من خیانت. سپاس آقای مجتمع آل مهدی. و در ادامه صحبت های مجتمع مهدی توچی عزیز، شما چی فکر میکنید در رابطه با همین سوالی که کردم از آقای مجتمع در رابطه با فعالیت های نوع خارج از کشور، ارتباطش، چپ شدنش به داخل، حمایت و پشتیبانیش؟ و ضمن اینکه دوست دارم درسای خیزش آبان برای خیزش بعدی رو هم یک اشاره بکنید با توجه به اینکه شما فعال بودید و از درست های بسیاری گرفتید از خیزش آبان ماه، بفرمایید. من ابتدا تصحیحی که آقای گداغی کردم من رو ممنونم. من منظورم یه سری افرادی بودن که اساساً از فضای همون باز اصلاحات استفاده کردن و تشکل ها بودن، منظورم خود ماهیت و هویت تشکل ها نبود. ممنون که اصلاح کردم. میخوام ابتدا در ادامه حرفای رفیقمون خانم آشنا یه صحبتی در مورد مسائل زنان تو جنبش کارگری بکنم، بعد بپردازم به سوالی که کردم. ببینید، اولین مانع و عامل تحمیق زنان تو ایران نهاد مردسالار خانواده است. یعنی این تحمیق زن ابتدا به ساکن از داخل خانه و از اون نهاد سلسله مراتبی و مردسالار شروع میشه که با توجه به اون تحلیل ها و تئوری های مارکسیستی که داریم، حتی بالاخره مرد خانواده نان‌آور خانواده است، در نتیجه سرنوشت و تصمیمات این خانواده در دستان اوست. زن به خاطر نداشتن بنیه اقتصادی یا عدم مشارکت در سوخت و ساز معیشتی آن خانواده تو مرتبه پایین تریه. اون چیزیست که ما امروز میبینیم. بخش دومش بخشن آموزشی و بخشن منوط به ناآگاهی از عدم آگاهی به حق و حقوقه، که این البته فقط شامل زنان نمیشه، شامل تک تک شهروندان امروز ایران هم میشه که تو این مباحث قدری دقیقا به دلیل عدم انسجام دقیق و کامل در سطح سازماندهی آموزش هایی هم اتفاق نمیفته. در ادامه حرفای میثم یا میتونیم بگیم در ادامه عدم کجکارکردی احزاب، این آموزش ها درست به آموزش انتقال داده نمیشه. بعد زن از این نهاد خانواده وقتی رها میشه، تصمیم میگیره، بالاخره دانشگاه رفته، بالاخره تو اون سطحی از آگاهی است که میتونه در مقابل این مردسالاری بیسته، بگه من میخوام برم نون در بیارم و خودم سهیم باشم در سرنوشت خودم. خب تو این مورد وقتی محیط کار وارد محیط کار میشه، موزل دوم و مانع دوم شروع میشه. ببینید، همین حداقل دستمزدی که برای کارگر در جامعه در ایران تصویب میشه هر ساله که بسیار ناچیزه، اون دستمزدی که به زنان تعلق میگیره، اگر بگم نصف خوشبینانه گفتم، این نصف حتی شامل تهران میشه. یعنی اون خانم منشی که ساعت 5 صبح از کره کوبه 3 ساعت با مترو میاد تا 8 صبح در شرکت باشه، با حقوق حداقل دستمزد 2 میلیون حساب کنیم، شاید 1 میلیون بهش بدن. و این تو شهرستان جدا از اینکه کارهای طاقت فرساتری به زنان محول میکنن،
به مراتب کمتره، یعنی در مقابل 2 میلیون حداقل دستمزد 1 میلیونی که در تهران به زنان پرداخت میشه، در شهرستان به یک زن فروشنده، به یک زن نظافتچی که میگم تو مشاغل سخت و پایینی هم استفاده میکنن، چون دقیقا از اون انگیزه زن برای اینکه به هر قیمتی از زیر یوغ مردش رها بشه و یک کسب درآمدی بکنه تو استفاده میکنن و این چنین استثمارش میکنن. این موانع هست. تو مرحله بعدی تو داخل جنبش کارگری خود ما این نقد بهش وارده، در محافل و در جلسات خودمون بسیار صحبت می کنیم. فضا به غایت مردان است، همونطور که فضای حاکمیت مردان است، همونطور که فضاهای مدیریتی مردان است، همونطور که فضاهای شهری و فضاهای فرهنگی مون مردان است. متاسفانه تو جنبش تو تشکل‌هامون بعضن این هست و این تاروشکنی نشده. حرکت‌های انجام میشه، اشاراتی کرد خانم فرخنده که بالاخره تو پشتیبانی مسائل، تو حمایت از اونها، من بارها خودم دیدم کارگران وقتی به مانعی برای مطالباتشون رسیدن ادارات پیگیری نکردن، همراه با خانواده اومدن چادر زدن بلکه این فشار رو بیارن و بتونن این مطالبه خودشون رو کسب کنن. یک اشاره کوچیکی بود، دریایی از مشکلات جنبش زنان و زنان چه تو داخل جنبش کارگری چه تو سطح عمومی جامعه و شهروندان میشه مطرح کرد و اون اصل به اصطلاح طبقات، مبارزه طبقاتی هم که هیچ جامعه ای بدون رهایی طبقه کارگر، بدون رهایی زن، به اون رهایی مورد نظر نمیرسه کاملا مشخصه و باید سرمشق الگوی هر نوع مبارزمون تو این مسیر باشه. اما برگردم به سوالتون در مورد احزاب خارج کشور یا مثالی که آوردی. ببین من یکم مناقشه دارم با این نوع مثال ها، چون تو میدیاهای راست هم خیلی میبینیم وقتی از یک ایده نو، وقتی از یک آلترناتیو و هر سطحی صحبت میکنیم، بلافاصله دنبال نمونه مورد یا یه عینیتی که تو تاریخ یا قبلا تو جامعه دیگه افتاده و بتونم بچسبونم. تو جامعه ایران من با صدای بلند دارم اینو میگم که یک جنبشی شکل گرفته و یک جنبشی در حال ترقی، در تحرکه، که گفتم در پیشانی یک جنبش ترقی خواهانه قرار داره و دنبال آیست که نوس و پدید نیومد و این مثال ها برگشت به نوعی تاریخه. اما در مورد همین مثالتون جوابمو تشریح میکنم. ببینید احزاب ما یه سری مشکلاتشو میسن اشاره کرد، یه سری مشکلات ما از خارج از داخل شروع میشه. یه مثال خیلی ساده میزنم، من نوعی این مشکلات ما داخل داشتیم، وقتی اومدم بیرون علنا از سمت داخل کات شدم، به نوعی گویا خط خوردم، یه خارج از گود محسوب میشن، در حالی که جریان های راست این کار رو با فعالینشون نمی کنن. جریان های راست هنوزم که هنوزه به قول رفیقی مهرنگیز کار، شیرین عبادی، حتی امثال نوریزادهی که سالهاست از ایران خارج شدن و اساسا فیگور خیلی خطرناک و اپوزیسیون تمام‌قد جمهوری اسلامی هم خودشون رو معرفی میکنن، هنوزم برای فعالین راست داخل جزو فعالین داخل محسوب میشن و این پذیرایی ازشون هست، ولی در سمت فعالین چپ این نیست. این یه نوع دوگمی هست که داخل وجود داره و تفاوتش خارج هم میبینیم و همین باعث میشه که فاصله بین فعالین داخل و همین احزاب خارج ایجاد بشه که این خلا همون چیزی میشه که میثم اشاره کرد، بخشن، نه تمام تقصیر رو میخوام بندازم گردن به قول معروف داخل. اما در مورد کنگره ملی آفریقا و اتحادیه کارگری که سلاح با هم دیدم، یه موضوع وجود داشت که طبقه سلاسلی سازماندهی خودشون انجام بدن و در ائتلاف و تکامل پروسه مبارزاتی خودشون تونستن با احزابی چفت بشن و بتونن این کنگره رو پیگیری کنن، که این کنگره در خارج کاملا مفصل بندی شده با تحرکات داخل بود. من از روزی که اومدم بیرون، من یه تصحیحی هم وسط داخل پرانتز بکنم، من جزء فعالین آبان نیستم، من فعال کارگری و تو دیماه دستگیر شدم، دیماه 96 و بعد دیماه خارج شدم از ایران، در واقع یعنی تو خیزش آبان بیرون بودم، اما به آخر آناتومیشون یکیه، به اونم خواهم پرداخت نسبت به سوالتون. و این مسئله هر خیلی از سازمان‌های سیاسی چپ، خیلی از تشکل‌ها، خیلی از افراد، محافل اومدن، جلساتی برگزار کردیم، آشنا شدیم، مسائل و موارد داخل رو می‌خواستم بدونن چی به چیه،
و وقتی هی اینو میپرسیدن که ما چیکار کنیم، اگر در یک خط میخواستم بهشون بگم این بود که نبضتون رو با داخل تنظیم کنید. ببین این نبض تنظیم کردن، شما هر روز اخبار مختلفی از داخل تو تمامی میدیاها از تلگرام و اینستاگرام تا میدیاها و رسانه‌های تلویزیونی میبینین که اخبار میاد بیرون و همه افراد خارج از کشور هم پیگیری میکنن و با خودت فکر میکنی خب اینا میدونن داخل چه خبره، پس میتونن تحلیل‌های درستی داشته باشن، پس میتونن این تحلیل‌ها رو تو کارکردهای مبارزاتیشون به کار بگیرن. اما میبینی نه، این خلای تحلیل هنوز هست، این نبض تنظیم نیست، درست اخبار رو پیگیری میکنن، درست حتی زودتر از خیلی از شهروندهای داخل میدونن که تو قیزانیه خوزستان، تو فولاد چه خبره، تو رش چه خبره، تو کرج و تهران و سیستان چه خبره. اما اون به اصطلاح اون چیزی که باید به مایه که از این بگیرن، تحلیلی که بگیرن بتونن برای کارکردهای خودشون، برای مبارزات خودشون، پلتفرم‌های خودشون کار بگیرن ازش استفاده نمی‌کنن و واقعا فاصله نجومی دارن. و من حالا شاید یکم کرونا تو این دو سال فاصله ایجاد کرد، تحرکی نسبت به این سمت هم نمی‌بینم. یه اشاره خیلی درستی آقای گداغی نسبت به صندوق‌ها کرد. من از نزدیک شاهد بودم تو همین صندوق‌های معلمان که هست، صبح تو گروهشون اعلام میکنن که فلان فعال معلمان که دستگیر شده وثیقه صادر کردن انقدر پول نیازه، انقدری فیش تو کانال میوردن که مثلا 300 میلیون لازم بود، یا میدیدی تا 12-400 میلیون پول جمع شد. خب و این کار کرد، این صندوق این بود، این اعتماد به نفس میده و این که واقعا پشتیبان زندانی که، یا باز آقای بداغی اشاره کرد، زندانی که الان تو ایران هست جز یک وعد غذای کیفیت زندان چیز دیگری بهش نمیدن و هزینه داره زندانی اونجا. و خب بعضا اون نوناوره خانوادش که خودش اونجا هزینه داره، خانوادش بیرون هزینه داره. من زیاد دیدم صندوق های خیلی زیادی که خیلی شعارهای مختلفی هم تنگش میبندن که ما این صندوق ها رو چیز میکنیم، ولی باز من نمیدونم که دردی از دوای فعالین داخل درمان کرده باشن و بیشتر میره تو مسیرهای محفلی خودشون. اینا اون چیزاییه که اتفاقا باید تشخیص داده بشه. یا رسانه، باز میسم اشاره کرد، یه ضعفه. بالاخره این احزاب و اپوزیسیون بیرون ما باید یه فکری به حالش بکنن. نمیشه که بگیم ما تو قامت راست نیستیم، به لحاظ میدیایی نمیتونیم این کار رو بکنیم. و اینا اون فاصله هایی که ایجاد میشه و باید این خلاها پر بشه. من امیدوارم، من به همین احزابم امیدوارم و بالاخره باید با ابزارهای موجود اون کار کنیم، همونطور که برای جنبش داریم تلاش میکنیم، برای بهتر کردن کار کرد این احزاب هم باید تلاش کنیم، چون بخشی از جامعه است. من حالا فرصت خیزش آبان نشد، خیلی کوتاه، خیلی ممنون. برمیگردم به فرخنده عزیز. ضمن اینکه دوست دارم که در رابطه با همین فعالیتی که در خارج از کشور هست که سوال کردم از دوستان عزیز دیگه، از شما بپرسم، لطف کنید صحبت از اینجا شد که به هر حال رژیم اسلامی با عملکرد تاکنونیش راهی جز انقلاب برای خلاصی از وضعیت اسفباره الان باقی نذاشته. طبقه کارگر، زن، مرد، همراه هم تمامی اقشار برای تامین منافع طبقاتی خود نیازمند کدوم تشکل و ابراز و ابزار مبارزاتی هست برای تحقق این هم. میدونم سوال بزرگیه و بحث درش خیلی هستش، شما تا جایی که امکانش هست بپردازی. ما قول میدیم که این برنامه رو بر دوستان عزیزم قول بدن که ادامه بدی این برنامه رو، چون فکر میکنم هرچی صحبت میکنیم بحثا بیشتر باز میشه و ضرورت بحثا رو میرسونه. فرخنده شما شروع کن. من یه صحبت کوتاهی بکنم در رابطه با کمک‌های مالی یا حمایت‌هایی که ما از این طرف میتونیم بگیریم. ببینید، من از وقتی که خارج شدم یه بخشی از کارم همین بوده که بتونم تو کشوری که هستم دنبال این کمک‌های اتحادی باشم، یعنی که اعلام اتحاد بکنم با مبارزات کارگری ایران، اگه کارگری دستگیر میشه اطلاعیه بدم فلان. ولی یه واقعیتی هم هست، من عضو هیچ تشکیلاتی اینجا نیستم، یعنی تشکیلات‌های ایرانی، ولی یه واقعیتی هم هست. ببینید، اینجا اتحادیه‌های کارگری وابسته به این احزابی هستن که تو پارلمان هست، یعنی الای ما بیشتر وابسته است به سوسیال دموکرات ها، یعنی یه سیاست های به هر حال توش حاکم هستش. ما میتونیم یه جاهایی مثلا بهشون فشار بیاریم، یه اطلاعیه بدن و چیزای اینجوری، ولی وقتی بهشون
میخوایم که خودمون یه سری اطلاعات رو بهشون بدیم و سعی کنیم که مثلا یه چیزای رادیکال تری رو پیش ببریم، خب اونجا ما رو دیگه راه نمیدن، از ما اطلاعات میگیرن، چون میدونن که ما به هر حال یه مقدار رو نبض ایران هستیم و اطلاعات درستی داریم. ولی وقتی میرسه به اونجا که بهشون میگیم با اینو باید محکوم کرد یا هیئتی رو بفرستید ایران، مثلا ما در ارتباط باشیم ببینیم تحقیقاتش چجوری داره پیش میره، یا آدمایی رو معرفی کنیم که برن با اونا صحبت بکنن، اینجور موقعا استوب میزنن، چون بعد برن با جمهوری اسلامی بشینن و پاشن. ما بیشتر تکیهمون روی این، البته من و چند تا رفقامون، این هستش که ما بتونیم اینجا با تشکل‌های رادیکال جامعه تماس بگیریم، با احزاب خارج از پارلمان که آزادی هایی رو دارن و رادیکال تر هستن، نگاه های سوسیالیستی دارن کلا به مبارزه، و از اون طرف افکار عمومی رو آگاه کنیم نسبت به اون چیزی که داره توی ایران میگذره، که بتونه یک همبستگی طبقاتی ایجاد بشه با جامعه ایران. کما اینکه الان اینجا واقعا هر مسئله در رابطه با ایران پیش میاد، مثلا وزیر امور خارجه اینجا مخفیانه میره سفارت که سالگرد 40مین سالگرد جمهوری اسلامی رو تبریک بگه، خب کلی اعتراض اینجا پیش میره که میدونن ماها صحبت کردیم، اطلاعاتی راجع به ایران دارم، به خصوص سر سرکوب زنا. به هر حال یه جایی میرسه دوباره به اون جایی که ما مجبوریم برگردیم به اون جایی که با منافع ما گره خورده با اونجا حرکت بکنیم. ما نمیتونیم با دولت‌های اینجا که یه حد حدودی رو برای هر چیزی میذارن، مثلا اتحادیه اینجا وقتی یه بحرانی پیش میاد، یک مسئله از نظر اقتصادی مسئله پیش میاد، اینا چه کار میکنن؟ اینا میرن با کارفرما به این توافق میرسن که حالا ساعت کارگرها کم نشه ولی حقوقشون یک کمی کم بشه، چون دچار بحرانی. ولی از اون طرف همین دولت‌ها برمی‌دارن به بانک‌ها کلی وام میدن. خب این اتحادیه چرا اینجا اون اعتراض رو نمی کنه که چرا بانک ها توی همچین شرایطی باید وام بگیرن و چرا حقوق کارگر باید کم بشه و ساعت کارش کم نشه؟ یا حتی در رابطه با مهاجرایی که میان اینجا، خب اینا تصریح میکنن حقوقای پایین تر میدن با هزار بهونه که اینا زبانشون خوب نیست، اینا هنوز کار رو بلد نیستن، اینا اونقدر آموزش نه. خیلی خب بذارین آموزش ببینن بعد برن همون حقوقی رو بگیرن که سوئدی داره میگه. ببین ما اینجا مشکل داریم، یعنی کارگر هر جایی که میره خب به هر حال سرمایه داریه و اونجا مجبوره که تو اون ختم اعتراضش رو پیش ببره دیگه. دائما تو این درگیری ها با اینا هستیم. ولی از اون طرفم خب به هر حال من دارم میبینم که تو ایران یه حرکت های خوبی داره صورت میگیره. مهمترین مسئله که من میتونم با خوشحالی بیانش بکنم اینه که کلن اعتراضا داره شکل سراسری و همزمانی میگیره، که این خیلی مسئله مهمی، اتفاق بسیار مهمی افتاده که باید امید داشته باشیم، باید روحیه داشته باشیم برای همچین چیزی. یک بار چند تا از شهرها بازنشسته ها اعتراض میکنن، معلم ها همزمان میان اعتراض میکنن، یا از اون طرف یک شعار یک باره از مسائل این که حالا حقوق معوقه من چی شده، یا منو بیمه بیکاری تو چه وضعیتی، قرارداد سفید چیه. یه تعدادی از بازنشسته ها یه اعتراض میکنن، دقیقا میپرن به مسئله اصلی، میگن ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم. این خیلی مسئله مهمیه. خب این یه مسئله‌ای که برمیگرده به همه جامعه. ما یه چیز رو کم داریم اینجا، یه تظاهرات های وسیع داره صورت میگیره، یه سازماندهی های منطقه‌ای داره صورت میگیره، انسان های شریفی دارن تو جامعه رو میان و مردم مدافعانشون رو دارن میشناسن. ما یه چیزی کم داریم، ستاد رهبری کننده. این مهمترین مسئله است. واقعا ما الان تو این شرایط ببینید چه آلترناتیوهایی رو دارن برامون طرح میکنن. کسایی که تا دیروز طبقه کارگر رو سرکوب میکردن، امروز وقتی میبینن که این طبقه کارگری که میخواد تعیین کننده باشه تو تغییر جامعه ایران، میاد دم از مدافع مثلا آی طبقه کارگرا بیچاره ندارن کارگر. خب زمان خودتونم که بدبختشون کردیم. میدونیم میخوام بگم که یعنی واقعا موقعیت مهمیه. این موقعیت مهمه. الان مردم اومدن تو خیابونا، خودشون هم میگن ما تو خیابون حقمون رو میگیریم. نمیشه زیاد بمونن تو خیابونا، باید سازماندهی بشه، باید بدونه که چی میخواد طبقه کارگر، مطالبات رو مطرح کنه، ببینیم کدوم یکی از این راسته حاضرن به این مطالبات مهر بزنن. نه اون چیزی که گولی که خمینی زد دار، نه دیگه ما میدونیم اینا رو. ما این دفعه میگیم که ما اگه مطالبه ای طرح میکنیم
بازوی اجرای مطالبهمون تشکل‌های مستقلمونه، تشکل‌های توده‌ایمونه، تشکل‌هایی که میخواد آموزش ببینه، تشکل‌هایی که میخواد جامعه رو اداره بکنه. ما ثروت برای جامعه تولید میکنیم و ما خودمون میخوایم تصمیم بگیریم این ثروتی که تولید میکنیم کجاها باید هزینه بشه. الان دیگه تو خیلی جاها بحث اصلا سر این مسئله حقوق و اینا نیست، مسئله ثروت جامعه است. ثروت جامعه که بعد کسانی که تولید میکنن بهش نظارت داشته باشن که همه بتونن عادلانه زندگی بکنن، همه بتونن در آسایش و رفاه باشن. ثروت جامعه ها کم نیست. بسیار بحثا جالب، تازه ابتدای بحث هستیم ولی متاسفانه وقت ما هم تموم شده. امیدوارم که واقعا در فرصت بعدی ما بتونیم با جمع همین دوستان عزیزمون این برنامه رو ادامه بدیم، چرا که بسیار اهمیت داره کدوم تشکل‌ها با کدام ابزارها، کدام ابزارهای مبارزاتی، چجوری درسایی که گرفتیم از قبل، اینها همه بحثایی هستن که پیش روی ما و پیش روی جامعه هست. آره، یک موضوعی هم حتما باید بهش اشاره بکنیم. ما صحبت از تشکل ها می کنیم، اما چگونگی تشکل ها و چه تشکلی و نوع سازماندهی این تشکل چطوریه؟ ما به عنوان طبقه فرودست هیچ وقت زیر پرچم هر تشکلی نمی رویم. نه، زیر پرچم تشکل خود می رویم و با سازماندهی و خودآگاهی خود. بسیار خوشحال شدم از حضور دوستان عزیز. بعد در کنار هم خواهیم بود در منازل بینندگان عزیزمون و بحثمون رو ادامه خواهیم داد در رابطه با جنبش معلمان، کارگران، چگونگی سازماندهی مشارکت زنان و بحثای دیگه. منم شما در نکنه، خیلی سپاسگزاریم از دعوت. خیلی ممنون. دستتون در نکنه، ولی واقعا زمان برنامه بینندگان عزیز به انتهای برنامه رسیدیم. با سپاس فراوان از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. با سپاس از عزیزان در اتاق فرمان و با سپاس از اسد کوشا، شب و روز خوشی را آرزو میکنم. رهایی زن، برنامه‌ای از سازمان رهایی زن.